این آدمی که میگه جمهوری باشد اسلام نباشد، باید پرسید که از اسلام چه میدانی و چه دیدی، چه بدی از اسلام دیدی. اون که میگه ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم، یعنی جمهوری به فرم غرب، از اسلام چه بدی دیدید، چه میدونید از اسلام؟ دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه دیکتاتوری به وجود نمی آورد. بهترین اصل در اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است. یعنی نقش باید داشته باشد، خودش رئیس جمهور نشد و از ولایت فقیه به اون طوری که اسلام قرار داده است، به اون شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ که ضرر نمی‌بینه. استبداد را ما میخوام جلوش را بگیریم با همین ماده که در قانون اساسی که ولایت فقیه را درست کرده، این استبداد را جلوش را میگیره. 45 سال پیش خمینی رهبر جمهوری اسلامی در همان نخستین روزهای بازگشت به ایران، در سایه حاکمیت اسلام، قبای اقتدار بیچون و چرای ولایت فقیه را میدوزد و تمام قد در برابر دموکراسی می‌ایستد. نمی‌شد از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی، قانون را قبول نداریم. قانون تو را قبول نداره. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم. نمی‌تونی قبول نداشته باشی. میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد، اما در این حالی که اعتقادتون این است که اینا اشتباه کردن، در این حال باید بپذیرید، چاره ندارید. ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید. مشارکت بالا که ما روش خیلی اصرار میکنیم به خاطر این است که مهمترین اثر مشارکت بالا سرافرازی جمهوری اسلامی است. یکی از چیزایی که جمهوری اسلامی را بر دشمنانش فائق میکنه انتخابات. این انتخابات اگر مشارکت خوب مردم در اون مشاهده بشود، این مایه سرافرازی جمهوری اسلامی است. از برگزاری نمایش فضای باز سیاسی گرفته تا وانمود کردن به تساهل در حجاب و پوشش زنان و ایجاد توهم تغییر و تحول در ساختار اصلی حاکمیت که همگی از خطوط قرمز رهبران جمهوری اسلامی بوده و هست، از جمله شیوه هایی است که بارها از آنها برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی استفاده شده. باید انتخابات پرشور باشه، باید پرجمعیت باشه. چرا؟ برای اینکه حضور مردم پای صحنه، پای صندوق رأی، نشانه حضور ملت در صحنه‌های مهم اداره کشوره. حفظ نظامی که آیت الله خمینی آن را اوجب واجبات می‌خواند، امروز به چالشی جدی برای سران حکومت جمهوری اسلامی مبدل شده. اما حالا بخش بزرگی از جامعه ایران حتی به زور زندان و اعدام و شلیک مستقیم گلوله هم به هیچ یک از بایدهای نظام تن نمی‌دهند. اگرچه حاکمیت هم از نمایش چهره واقعیش به مردم شرمسار نیست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند، امکان تحلیل اون مسئله رو دارن. این چه حرفی؟ اگر لبه فقیه تنفیذ نکرد، آیا این ارزش دارد آراء مردم یا ارزش ندارد؟
یعنی تمام این آرا مثل هزاران میلیون ها صفر. وقتی یک آمد معنا پیدا می‌کنه. اگر ولی فقیه تنفیذ نفرمود اونجا چه می‌فرمایید؟ بازم میگه که ولیت موه امرخون، یعنی آرای مردم ملاکه. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی؟ این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل میشه. بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او، حکومت غاصب است و به تعبیر او طاغوت است. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. مردم تعیین کردن که رئیس جمهور یا درش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بودن؟ هزار کسی واجد شرایط باشه تا اذن از طرف امام نباشه فرسش نداریم، صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم ها، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن رو ما نداریم. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه هست. جمهوریت داریم در این جامعه، مثلا با اصل ولایت مطلقه فقیه جمهوریت معنی داره، آرای مردم معنی داره، که ولی فقیه در رأس همه قانون ها، همه قوانین میتونه دور بزنه، قوانین عادی، قانون اساسی، همه نهادها. اصلا جمهوریت چه معنی میده؟ این انتخابات چه معنی داره؟